قصه یکی از قشنگترین شهرهای اروپا رو میخوایم کنیم میخوایم قصه بوداپست رو یه طوری بگیم که هم شمایی که ندیدینش کیف کنید هم شمایی که دیدینش و هم شمایی که دارین فکر میکنین که برین و میخواین ببینید که این شهر چی داره و چی نداره قصه بوداپست <applause> بوداپست شهری پر رمز و راز، شهری زخمی، زخمای عمیق، شهری باشکوه، شهری خسته، شهری که یک ترکیبی از کهنه و نو، نصفش روی کوه، نصفش اینور رودخونه است و بسیار بسیار دیدنیه. بوداپست هم اروپای قدیم داره، هم قصه های معاصر قرن بیستمی داره هم داستان جنگ سرد و دوران تسلط شوروی رو تعریف میکنه هم قصه آزادی بعدش رو تعریف میکنه شهری که الان سالی دوازده میلیون توریست میگن که میبیننش تو ده تا شهر اول اروپاست از این نظر اصلا از اینترنت بپرسید کدوم شهر اروپا رو ببینیم معمولا بولاپستون بالاست یا حالا کنار آمستردام و پاریس و پراگ و روم و در 2024 شد ملکه دانوب جز مقاصد برتر ویژه ماه اصل. در حالی که چند دهه پیش همین شهر میگفتن مقاماتش که ما چی داریم نشون بدیم چی به ب... ب... توریست بگیم بیاد اینجا چی ببینه بیاد فاضلا به اونو ببینه و واقعا هم حرف غلطی نبود مجارستان خیلی در قرن بیستم اذیت شد جنگ جهانی دوم خیلی بهش آسیب زد یه مدتی همراه آلمان ها بود بعد اشغال شد بعد شوروی آمد 1945 بوداپست رسید به شوروی و موند دست شوروی تا 40 سال بعدش تا 1991 یعنی 33 سال پیش تازه بوداپست آزاد شد بعد قشنگیش اینه که شهره انگار همه این رنج ها و سختی ها و همه اینا رو توی فضای خودش گذاشته کنار هم ترکیبش یه جاهایی اصلا میشه دید یه سری بارایی هست توی منطقه روین بارای بوداپسته ساختمون یعنی که آسیب جنگ روشون هنوز هست یا آسیب اشغال یادگاری اون دوره هستن که اینا فضای اعتراض بودن فضای مقاومت بودن هنوز یه خلی روح اعتراض رو توی فضاشون توی گرافیتیاشون توی اینا میتونی ببینی ساختموناش قصه جنگ و اشغال و اینا میگن بعد از این این طرف زندگی شبانه ای هم که داره اینم میتونی بهش اینطور نگاه کنی اینم داستان سرسختی داستان دوام آوردن داستان جانزدن زدن مجار و البته برای امروز داستان تفریح داستان زنده بودن شهر واقعا از اون شهرایی که خیلی یادگاری توش هست خیلی خاطره توش هست از جنگ از ویرانی از اشغال از بازسازی از زندگی دوباره نابود شده در جنگ و بعدا ساختنش یه طوری که الان میتونی هم زخم دوره کمونیستی رو روش ببینی که عمیق و از یاد نرفتنی هستن هم آسیب جنگ جهانی دوم رو ببینی هم میتونی خورده بری عقبتر و چیزهایی رو ببینی که دوران رونق و شکوه اول قرن بیستم رو یادآوری میکنه برات اون دوره ای رو که مجارها با هابسبورگ های اتریش شریک شدن در امپراتوری یک مدتی امپراتوری هابسبورگ رو بهش میگفتن امپراتوری اتریش مجارستان یعنی بوداپست شده بود پایتخت دوم مجارستان شریک شده بود در اداره امپراتوری و اینم یادگاریش الان هست همینطوری که یادگاری قدیمی تر هست یه چیزایی تو شهر یادآوریت میکنه که این شهر دست ترک های عثمانی بوده یک مدتی خیلی شهر غنی از این نظر اینجا هم هست بوداپست کنار دانوب پایتخت مجارستانه الان هم بهش میگیم بوداپست یا حالا به تلفظ درستتر بوداپشت ولی در واقع اینا سه تا شهر بودن 150 ساله که این سه تا شهر به هم وصل شدن قبلا بودا بود و بودا بود و پشت بود از قرن 19 اینا یکی شدن و شدن پایتخت مجارستان ما بهشون میگیم سرزمین مجارها و بهش میگیم مجارستان به قول خودشون ماگیارها از اون کشورهایی که تو فارسی اسمی که براش داریم با اسمی که تو خیلی زبانهای دیگه هست فرق میکنه توی زبانهای دیگه هانگری هست اونگار میگن تو زبون خودشون هم ماگیاروتسکاک میگن یه همچین چیزی همون سرزمین مجارها یا ماگیارها یه خور تفاوتش مال اینه که داستان رو از کجا بپذیریم یعنی چی رو بپذیریم به عنوان اینکه مردمان اولیه اینجا آمدن و داستان بنا شدن مجارستان بدونیم خودشون داستانش که بیشتر جا افتاد هم میگم خودشون هم که تک تکشون ولی داستانی که جا افتاده تره در به عنوان تاریخ رسمی مجارستان اینه که اینا اجدادشون کسانی بودن که از آسیای میانه مهاجرت کردن آمدن اینجا ریشه های قومیشون به اونجا برمیگرده از اقوام کوچنشین بودن در استپای آسیای میانه الانم نگاه کنی همه همسایه های هند و هند ولی اینا فرق دارن هم از قوم و قبیله دیگری بودن اصلا ریشه زبانیشون فرق میکنه اینا از دشتهایی در دامنه های اورال در شمال دریای کاسپین از اونجا آمدن مرز اروپا و آسیا و با اسب رفتن مجارستان اینا اسب سواران خبره ای بودن مثل دیگر مردمان سهرانشین آسیای مرکزی اینا هم اسب نشین های اسب سوار های ای بودن موقعیت جغرافیایی که توش هستن اصلا باعث میشه که اسب راحت بتونن پرورش بدن و خودشون هم ماهر باشن و حرف ها عصب بدون این حرفا رو اسب میشستن بدون اینکه اصلا با دست میگن رو بگیرن میچرخیدن و تیر مینداختن پشت سرشون و خیلی خلاص افسانه های اینطوری دارن و میگن اینا از وسط از اونجا خودشونو رسوندن به وسط اروپا در افسانه هاشون میگن که یک پرنده افسانه ای راهنمای این قبیله بوده و رسوندتشون به این سرزمین جدید و این پرنده هم الان طبعا گوش کنار شهر مجسمش هست قبل از اینم که اینا بیان اینجا و این سرزمین جدید رو بگیرن کارشون جنگاوری بوده حالا ممکن بوده که بجنگن برای دیگران مزدور باشن اصطلاحا به معنی بعدش به معنی اینکه برای مزد بجنگن جنگاور حرفه‌ای بودن برای بقیه می جنگیدن. مثلا برای امپراتوری بلغارها می, می جنگیدن برای فرانک های شرقی می جنگیدن. برای مردمان قدیمی چک می همینطوری هم رفته بودن ساکسونی رو گرفته بودن همینطوری رفته بودن تا جنوب ایتالیا پیش رفته بودن یه بار اصلا اینا پول گرفته بودن برن خلافت اسلامی رو یعنی امویان اندلس رو از اسپانیا هل بدن بیرون رفتن اونجا کردوا قرطبه اگه تلفظ عربی و فارسی شو اشتباه نگم اونجا رو محاصره کردن یک پای نیروی نظامی در جنگ‌های صلیبی بودن انظر نظامی خلاصه اینها قوی بودن با شیوه های مبارزه و با اسب سواریشون و این صحبت ها و, و هنوزم هست هنوزم اسب در فرهنگشون یک عنصر برجسته یه مسابقات اسب دوانی بزرگ دارن اونجا و توریست هم میره اینها رو میبینه خلاصه همه اینایی که داریم میگیم یعنی چی یعنی اینکه مجارها با اسباشون قرن نهم وارد این سرزمین شدن بوداپست قبل از اینکه اینا بیان دست کی بود مدتی دست امپراتوری روم بود رومی ها اینو از سلت ها گرفته بودن از 35 سال قبل از میلاد رومی ها اینجا بودن یعنی در تپه های مشرف به رودخانه دانوب اینجا بودن مستعمرش کرده بودن اصطلاحا همین الان دو بوداپست یک موزه فضای بازی هست بازمانده های اون سکونتگاه های رومی ها رو میچه رفت اونجا دید از اون آمفیتاترشون یه چیزایی مونده از چشمه های آب گرمشون معروفه که مال اون دوره بوده رومیا خیلی از این خوششون اومده بوده اسم شهر از رو همین چشمه های آب گرمش گذاشته بودن اولین حمام عمومی رو رومیا اینجا ساختن این آقای مارکوس آرلیوس هست نویسنده رومی که کتاباش و پنداش و اینا درباره مراقبه و مدیتیشن خیلی معروفه اینجا بوده یعنی میشه تصور کرد که احتمالا تو همین چشمه های آب گرم میشسته به مراقبه این هم باز دوباره همین الان چیزی که بری بوداپست میبینی این حمام‌ها، ها چشم های آب گرم همین امروز هم یکی از جذابیت های بوداپست هستن خلاصه اینجا در امپراتوری روم بود بعد که روم افتاد و قبایل مختلف جرمنی که آمدن و اسلاف ها و فرانک ها و قبایل آسیای میانه و هان ها با آتیلا آمدن اینجا در قرن پنج قبایل نومد دیگه کوچنشینان دیگه از اوراسیا آمدن تا خلاصه قرن نهم شد مجارها همونطور که گفتیم آمدن و مستقر شدن و شروع کردن به حکومت اینجاست که حکومت مجارها شکل میگیره داستانشون اینه که میگن هفت قبیله جنگاور بودن کمانکشانی ماهر بودن که آمدن اینجا و در همین بودای امروز ساکن شدن بودا اونیه که بالای کوه پشت اینیه که این طرف رودخون است باز امروز که برید بوداپست یا بوداپشت اون طرف سمت بودا یه قلعه ماهیگیر هست اونجا هفت تا برج هست به نشانه این هفت قبیله یا تو خود بوداپست این یه, مه... یه میدونی داره هیروز سکوئر میدان قهرمانان باز اونجا مجسمه این هفت رئیس قبیله رو میتونید ببینید اون پرنده افسانه ای رو میتونید ببینید و جاهای دیگه هم میتونید اینها رو ببینید من سعی میکنم همینطوری که داریم حرف میزنیم قصه های زمانهای مختلفشون رو میگم تیکه تیکه بگم که یادگاری این قصه تاریخی رو الان مثلا کجای شهر یا کشور میشه دید اینم سعی میکنم که بگم تون تون گفتیم اینا رو به خاطر اینکه میخواستیم برسیم به سال هزار سال هزار سالیه که تقریبا اینا پادشاهی مجارستان رو درست کردن یعنی شروع کردن حکومت کردن سال هزار چه شکلی بود اروپا نقشه اروپا این شکلی بود یعنی دوره‌ای که هم روم شرقی داریم یعنی بیزانس داریم هم دیگه حالا این طرف روم جدید داریم امپراتوری مقدس روم شروع شده سال 800 شارلمان تاجگذاری کرده الان دیگه امپراتوری مقدس روم هم داریم مجارها با چند تا ملت دیگه این وسط بین این دوتا امپراتوری روم هستند مجارها و کازاکا و اسلافها و کرواتها و اون بنیانگذارشون رو هم که قبایل مختلف مجارها رو متحد کرده بود همون آدمیه که مسیحیت رو میکنه دین رسمی اینها و اصلا بعدا به عنوان سنت ستیون جز قدیسان هم گذاشته میشه ایشون اسمش میره جز در ردیف قدیسان کلیسای کاتولیک چی میتونیم امروز ببینیم در مجارستان که یاد اون دوره بیفتیم؟ یکی از بارسترین و واقعا باشکوهترین و مهمترین نمادهایی که همین امروز هست و یادآور اون دوره است اون تاریخه این تاج پادشاهی مجارستان اولین پادشاهشون که مسیحی شد این تاج رو گذاشت سرش چقدر واقعا قشنگی یک یه حال بیزانسی هم داره در شکلش در ترکیبش و اینا در بیزانسیوم اون روز ساخته شد در استانبول امروز که اون موقع شهری یونانی بود و از همون موقع تا امروز در طول این ده قرن هزار سال تقریبا این تاج نماد مهمی بوده برای مجارها الان که دیگه شاه ندارن این تاجه رو هنوز دارن تاج رو گذاشتن توی پارلمان عکسش هم رفته روی پول و خلاصه مقامش بالاست و حواسشون هم بهش هست چون خیلی چیز توش هست همین که مثلا یه نمادی بوده از اینکه این پادشاهی الهیه اصلا خود این تاج طلایی یه چیز مقدسی بوده یا آدم لایقی باید پیدا بشه که اینو بتونه بذاره سرش بشه پادشاه مجارستان پادشاهی بزرگی هم بود پادشاهی پرقدرتی بود تا مرز دریا تا لب دریای آدریاتیک اینا پیش رفتن در یه دوره ای. یک دوره ای با کرواسی متحد شدن پرقدرت تر شدن و سیستمشون هم مثل خیلی جاهای دیگه ای اروپا اینطوری بود که یک توافقی یک توازن قدرتی موازنه قدرتی بین پادشاه و گروههایی از جامعه و اشراف و اینها در واقع شکل گرفته بود توی قبایل جرمنیک قبلا هم گفتیم این اتفاق اینو اینو میشه دید این تعادل یه خود متفاوته یه خوری همه جا شبیه همه جای دنیا شبیه اینجا نیست تو تاریخ فرانسه اینو دیدیم تو تاریخ آلمان دیدیم جایی که همه اینا رو به هم دیگه وصل کرد یک تئوری دربارش داد کتاب دالان باریک آزادی بود اپیزود اون رو هم توی پادکست پیشنهاد میکنم گوش کنید چون اینا همه رو به هم وصل میکنه اینجا هم خلاصه اینطوری بود که بین اشراف و پادشاه و اینا یک توافقی بود یک مقداری از قدرتش رو و نفوذش رو پادشاه قسمت کرده بود با یه بخشایی از جامعه و اینطوری یک ثباتی هم پیدا شده بود تا میرسیم به زمان حمله مقل قرن سیزدهم قرن سیزدهم داستان شرق اروپا و غرب آسیا یه مقداری شبیه همه اوراسیا هم میگیم به این در واقع هم یه خشکی یه قاره است بعضی وقتا اصلا میگن دیگه اینا ام، یه جورایی چون مثل آفریقا نیست مثل آمریکا نیست مثل اقیانوسیه نیست مثل جنوبگان نیست که بینشون اینا دریاهای بزرگ باشه بین اروپا و آسیا این اینطوری نیست به هم وصلن مخصوصا شرق اروپا و غرب آسیا دیگه این پیوستگی با واضحتر و بیشتر هم هست و منطقه پرچالشی هم هست قدرتاش نه کاملا اروپایی هستن نه کاملا آسیایی فارغ از اینکه اصلا مرکزشون کجا باشه استانبول دست یونانیا بوده دست مسیحی ها بوده دست ترک های مسلمان بوده و حالا شما نگاه کنید ترکیه قدرت اروپایی حساب میشه یا قدرت قدرت آسیایی حساب میشه اصلا کشور اروپایی کشور آسیایی یه خورده رو مرزه میدونی روسیه روسیه اروپایی حساب میشه یا آسیایی حساب میشه روسیه اروپایی به یه معنای حساب نمیشه و از اون طرف خب آسیایی هم یه خورده عجیبه متوجه میشید چی میگم یه دوره های از تاریخ اصلا این پیوستگی این دوتا خشکی اروپا و آسیا به هم واضحتر تر هم میشه سرنوشته خیلی شبیه تر هم به هم میشه از جمله قرن سیزده هم. قرن سیزده هم که مغول ها از منتها علیه شمال شرقی این خشکیه به هم پیوسته روی این نواری از نواهی استپ دشت های بیدرخت و کم آب آسیای میانه نشستن پشت اسباشون و تاختن و آمدن و گرفتن و خیلی هاشون موندن همون جاهایی که رسیده بودن اصلا ساکن اونجا شدن این مناطق انگار به هم دوخته شدن چون خیلی از این جاهایی که آمدن حکومت حکومتهایی بودن مغلا سرنگونشون کردن و بعد شروع کردن خودشون از اونجا پول آوردن و چسب زدن چسبوندن آسیا رو به اروپا با خون چسبوندن و آمدن تا بوداپست هم خودشون رسوندن البته پادشاهی مجارستان کامل از بین نرفت با یه جابجایی تونستن نگه دارن مقر حکومتشون رو یادمون باشه مجارها خودشون هم از همین مسیر آمده بودن پایین چند قرن پیشش این همینجا هم درگیر شدن با مغولها سه بار مغولا به اروپا حمله کردن دوبارش مجارستان و بخشی از بوداپست هم جزء زمینهای درگیر جنگ بود تخریب بسیار زیادی هم کردند بعد از حمله اول مقلها، مجارها قلعه بودا رو ساختند برای محافظت روی تپه هایی که مشرف بود به دانوب در منطقه اوبودای اون روز قلعه بودایی که امروز میریم میبینیمش یک ترکیبی از همه دوره های از مغل به بعد بوداپست در واقع از همه یک رد و نشانی توش هست و وقتی هم ساخته میشه میشه مرکز حکمرانی اون موقع حالا بودا جدا بود پشت جدا بود بودا سکونتگاهی بود بالای تپه ها پشت سکونتگاهی بود مسطح در شرق دانوب بعد دیگه توی حمله های بود بعدی دیگه مغلا سمت دانوب اونور دانوب نرفتن منتها همین پشت رو که بهش رسیدن با خاک یکسان کردن حالا خیلی هم بحث هست درباره اینکه چقدر خراب کردن و چی شد اصلا عقب نشینی کردن و اینا ولی واقعتش اینه که دیگه از 1242 نیمه قرن 13 مغلا مشغول عقب نشینی شدن نه فقط از پشت نه فقط از مجارستان که دیگه از کل اروپای مرکزی حالا یا تغییرات اقلیم بود آب و هوا بود یا مقاومت مردم و محلی بود یا اینکه اصلا در سرزمین های خودشون تغییر جانشین و تغییر سیاست های کشورگشایی و هر چی که بود رفتن عقب پشت و بقیه سرزمین های مجارها دوباره افتاد دست پادشاهی مجارستان با این تفاوت که الان دیگه عبودا شده بود یک شهر سلطنتی پشت که نزدیک دانوب بود و کشتی ها میتونستن توش لنگر بندازن شده بود تجاری و مرکز تجاری پر رونقی هم شده بود جای جالبی هم هست شهر اصلا مسیر دانوب و نگاه کنی یه پیچ و خمایی داره تو بوداپست یکی از اصلی ترین پیچش هاشه یه ها رودخونه از شرقی غربی میشه شمالی جنوبی بعد رودخونه هم هست که خب اصلی ترین رودخانه مرکزی اروپا است یک آبراهه معمولی نیست جایی که اینا از توش فرمان روایی میکردن جایی بود مشرف به همین پیچ های یا حالا توی بودا یا توی یه جای دیگری که برده بودن میخواستن مقر فرماندهیشون تبدیل بشه به مرکز فرهنگی دوره رنسانس و موفق هم شدن یعنی یه دوره بود که اینا هم برای طراحی هم برای ساختن قلعش هم برای گسترشش رفتن معمار از ایتالیا آوردن با سبک رنسانسی هستن ساختن قلعه ها رو تالار و اپرا ساختن اونجا کلیسای سنت استفان سنت استفان یا سنت استیون رو اونجا گسترش دادن آکادمی علوم مجارستان رو ساختن تو همون دوره تو اون دوره میگن که شهر بودا کتابخانه ای داشت که در اروپای رنسانس فقط واتیکان رو دستش بود همچین کتابخونه بزرگی داشت خلاصش این که داشت با فرهنگ دوره رنسانسی خودش رو میساخت بوداپست که دشمن جدید از راه رسید دشمن جدید کی بود؟ دشمن جدید همسایه چند قرنی امپراتوری های اتریش و مجارستان بود. ترکان عثمانی بودن مثلا برمیگرد در واقع به موقعیت جغرافیایی بوداپست شما وقتی موقعیت جغرافیایی داشته باشی که به عنوان مرز دو دنیا تعریف بشی در جنگ و درگیری همیشه جز اولین قربانی ها خواهی بود و بوداپست یکی از شهرهایی که مرز دنیای شرق و غربه همیشه بوده مثل وین وین هم اینطوریه منتها یه تفاوتی دارن اینا با هم دیگه دیگه خیلی هم به هم نزدیکن بودا... بوداپست و وین تفاوت چون اینه که وین شرقی ترین شهر غرب مونده همیشه یک شهر غربیه ولی دیگه ته شرقی غربه در بیشتر حمله ها هم اینطوری بوده که شرقی ترین شهر غرب مونده و بوداپست غربی ترین شهر شرق شده یعنی شده آخرین شهری که میفته به دست مهاجمینی که از شرق دارن میان یا وین میشه اولین شهری که نمیفته دست مهاجمین صد میشه جلوشون دیگه جلوتر نمیتونن برن روی بوداپست هم حمله مغول اثر گذاشت و مسیر تاریخیش رو تکونی داد هم بعدا قدرت گرفتن عثمانی و پیشروی عثمانی ها به سمت غرب حالا جلوتر هم باز میبینیم برای شوروی هم بوداپست شد شرقی ترین پایتخت اقماری که داشتن الان ولی صحبت دوره رنسانسه دوره رنسانس در بوداپست با اشغال عثمانی تمام شد یعنی وقتی که عثمانی ها آمدن گرفتنشون چه زمانی زمان سلطان سلیمان سلطان سلیمان قانونی زمان ایشون عثمانی داشت گسترش به سمت غرب رو دنبال میکرد پادشاه مجارها برای اینکه اینا تا بودای پایتخت پیش نیان رفت به سمت جنوب که اونجا جلوشون رو بگیره رفت و درگیر شدن و نقاشی های معروفی هم ازش هست که حالا خود نوشته های فارسی هم داره برای ما شاید جالب هم باشه خلاصش ولی اینه که شکست خوردن از عثمانی ها شکست خوردن پادشاه هم همونجا مرد و دیگه کم و بیش راه باز شد که عثمانی بیان جلو اشرافشون هم دو قسمت شدن تو این اوزا یه گروهی رفتن سمت ترانسیلوانیا ترانسیلوانیا رومانی امروز یه گروهی رفتن سبت سمت هابسبورگ سمت اتریش تقریبا و 1541 در واقع پادشاهی سه تیکه میشه عثمانی وسطش رو میگیره که میشه بودا و پست و برای حدود 150 سال مجارستان سه میمونه قربش دست هابسبورگ شرقش و بوداپست هم حالا یا مال عثمانی یا حالا اولش مقداری تحت نفوذ عثمانی و تو این همسایگی و درگیری چند قرنه هابسبورگ های کاتولیک و عثمانی های مسلمان بوداپست و مجارستان از نقاط مرزی هستند تاریخی هم برای اینکه ببینیم در کدوم دوره هستیم با ایران مثلا بتونیم ارتباط برقرار کنیم این همون وقتی اصلا همین جنگی که میکنن در مجارا شکست میخورن همون وقتیه که سلطان سلیمان خیالش از غرب دیگه راحت میشه و میاد رو میکنه دوباره به سمت شرق و به سمت ایران زمان شاه تحماس به صفوی هستیم درگیری صفوی و عثمانی در این دوره هم بالاست ارز روم و وان و سلطانیه و بخش بزرگی از عراق رو میگیره سلیمان چند سالی درگیرن بعد صلح آماسیه رو میبندن اولین صلح صفوی و عثمانی و یک آرامش موقتی درست میشه تا اواخر قرن 17 تا زمانی که هابسبورگا قدرتشون نگه انقدر زیاد میشه که میتونن کم کم عثمانی رو حل بدن عقب و کم کم بوداپست رو و بعد دیگه بخش بزرگی از مجارستان رو بگیرن دوباره برای خودشون پس سالهای طولانی بوداپست و یه بخش های دیگری از مجارستان دست ترکان عثمانی بود از این دوره چه یادگاری میتونیم تو شهر ببینیم؟ یکی از بارسترین هاش قهوست. قهوه است قهوه میگن یکی از چیزایی که خود مجارها میگن ما از عثمانی گرفتیم از زمان عثمانی ها گرفتیم و موند با همون یه جوری هم قهوه رو در فرهنگشون پذیرفتن امروز کافه های قدیمی بوداپست یکی از جاذبه های گردشگریشه حالا فقط هم قهوه نیست همراه باهاش فضای معاشرت و فضای حضور اجتماعی در قهوه خانه ها و اینا هم آمد قهوه خونها به مرور تبدیل شدن به یک جای دور همی برای هنرمندا و روشن مجار مخصوصا حالا بعدا در نیمه دوم قرن 19 ولی آمدن قهوه به بوداپست یادگار زمان ترکان عثمانیه یه سری کافه های هم هست که اصلا معروفه به اینکه کافه هنرمندا بوده مال از همون موقع را افتاده و همچنان هم سر پا هست بعضی از کافه هاشو هنوزم میشه رفت و دید و بعضیشون کافه های خیلی گرون و صف طولانی و طراحی داخلی خیلی چشمگیر و نقاشی و آینه کاری و یه خود اصلا شبیه کاخهای هابسبورگیا ها میزنه از نظر تزئینات داخلی و حتی از نظر قشنگی شاید بشه گفت و اینا ولی خلاصه جالبه دیگه جزء لیست میراث میراس فرهنگی و اینها هم هست و و فقط هم موزه نیست که داره کار میکنه یک کافه یه مثلا شما پرس کن بیش از یک قرنه که سرپاست دو جنگ جهانی رو از سر گذرونده ولی الان هست و شما میتونی بری و ببینی یعنی میتونی بری ببینی توش صبحانه بخوری دیگه بری کافه دیگه چی دیگه فرهنگ حمام ترکی اینم بازی چیزی که عثمانی ها آوردن اینجا آب گرمای بوداپست از قبلا اینجا بود این دوتا به هم گره خوردن و شدن این حمامای ترکی که باز دوباره الان یک جذابیت مهم بوداپسته بزرگشون دیگه 18 تا استخ داره و حالا استخ باید بگیم نمیدونم حوز بگیم چی بگیم ولی 18 تا از اینا داره و این هم جز میراث فرهنگیشونه شونه و بعضیاشو اصلا همون زمان عثمانی ها ساختن معماریش همونه سقف گنبدی داره و حوز هشت زلی داره و دیگه یادگاری دیگری که از زمان ترکا مونده برای مجارستان و بوداپست پاپریکا پاپریکا رو هم عثمانی ها آوردن با خودشون اینجا کاشتن استفاده میکردن بعد بین مردم اینجا هم محبوب شد انقدری که الان در آشپزی مجارها و در شون یه پایه اصلیه در گولاش در خیلی از غذاهای دیگه چیزی که واقعا تا قرن 17 خودشون استفاده نمیکردن ولی بعد از عثمانی ها گرفتن شروع کردن کاشتن و پرورش دادن و الان میگن 150 نه پاپریکا دارن و یه بار 10 سال 15 سال پیش یک چیزی توی پاپریکا پیدا کردن گفتن این سمی خطرناکه یه مدتی گفتن مجارا باید پاپریکا مصرف نکنن اصلا یه خشم خروشی درست شد قبول نمیکردن مردم انقدری که زندگیشون وابسته شده بود بستگی داشت همه چیشون به پاپریکا پاپریکا مسئله مرگ و زندگی بود سالی 5000 تن پاپریکا صادر میکنن به کشورهای دیگه با پا هم پاپریکایی که واقعا تا قبل از اینکه عثمانی ها بیان اینجا استفاده ای نداشت براشون ولی الان یک بخشی از هویتشونه همونطوری که تو معماریشون توی طراحیاشون توی سنگ نوشته های عربی که مونده البته خیلی از بناهای دوره رنسانسشون در واقع خراب شد در همون دوره عثمانی یا اینکه تبدیل به مسجد و حمام و اینها شد یا ترکیب جمعیتی بوداپست عوض شد اون موقع بالاخره یک سرزمینی بود که دست مسیحیا بود حالا مسلمان‌ها بهش حاکم شده بودن رفته بود در حکومت یک امپراتوری اسلامی مسیحیاش برای همین کوچ کردن رفتن بعضیاشون بیشتر هم رفتن سمت امپراتوری هابسبورگ به جاش اینجا کولی ها زیاد آمدن و البته یهودی ها این اولین جایی که تو این ویدیو داریم درباره آمدن یهودیا صحبت میکنیم به مد... به بوداپست ولی دفعه آخر نیست دوباره یک بار دیگه این اتفاق میفته از جاهای مختلفی مهاجرت میکردن میآمدن به این سرزمینی که دست ترکان مسلمان عثمانی بود چون یه مقداری اینجا از آزار و اذیت ها به دور بودن و در امان بودن رقابت هابسبورگ و عثمانی ولی ادامه داشت بعدم هم همینطوری که عثمانی ضعیفتر میشد هابسبورگیا ها بیشتر بخشهایی از مجارستان رو به قلمرو خودشون اضافه میکردن یه دفعه هم خیز برداشتن برن بودا رو بگیرن محاصره هم کردن ولی نتونستن بگیرن تا اینکه وقتی عثمانی رفت وین رو بگیره و نتونست و شکست خورد اتحاد مقدس هولی لیگ درست شد هابسبورگیا ها گفتند بهترین دفاع حمله است باید حمله کنیم رفتن در دل مجارستان تا بالای تپه های بودا قلعه رو محاصره طولانی کردن این بار و بالاخره در 1686 عثمانی رو از بودا زدن کنار یعنی بیرون کردن و خودشون اونجا نشستن این اون جنگی که دیگه اتحاد مقدس همه زورشون آوردن دولت‌های مسیحی این منطقه اروپا حتی پاپ میخواست با صفویه هم پیمان بشه که عثمانی رو بزنه کنار یک تونلای الان زیر قلعه بودا هست میگن در دوره محاصره اینجا آزوغه ذخیره کرده بودن یا از این کانالا میرفتن میامدن و خلاصه بوداپس اینطوری دیگه قرن 17 و 18 و بیشتر قرن 19 رو مون دست خاندان هابسبورگی که ما به عنوان امپراتوری اتریش میشناختیم میشناسیم همیشه ولی دیگه الان دارن به مجارستان هم حکومت میکنن بر خیلی از این که بعدن ملت هایی که بعدا ملت جداگانه شدن حکومت میکردن از جمله در این قرنها بر مجارها و تو این دوره بوداپست که حالا یک ایالت یک منطقه شهر کمرونقی بود در زمان عثمانی در امپراتوری هابسبورگ کم کم تبدیل شد به یک مرکز فرهنگی مهمی حالا مستقل نشده بود ولی یه هویت جدیدی پیدا کرده بود قلعه بودا رو بازسازی کردن به سبک باروک مدتی که دست عثمانی بود حالا یه این حال هواش تغییر کرده بود و مسجد و حمام و اینا درست کرده بودند. الان هابسبورگی ها بازسازی اساسیش کردن یک پایگاهی شد نماد قدرت هابسبورگی ها در اینجا در این سمت امپراتوری خیلی از تغییراتش هم زمان ماریا ترزا اتفاق افتاد ماریا ترزا که داستانش رو توی داستان امپراتوری هابسبورگ گفتیم از امپراتورهای قدرتمند امپراتوری اتریش هابسبورگ بود ایشون دو بار اومد بوداپشت هم در بودا اقامت داشت هم در خود پشت اقامت داشت و میگن تلاشهای مهمی می کرد که از نظر هویتی و فرهنگی و اقتصادی این بودا و پش رو به هم وصل کنه دوتا شهری که از نظر فیزیکی از هم جدا بودن ما همش یادمون باشه الان میگیم بوداپست اینها هر کدوم یه طرف رود خونن. و تا وقتی که روی این رودخونه پل نبود خب اینا از همدیگه جدا بودن دیگه چون راحت نبود بعد با قایق میرفتن اونم زمستون هم ممکن بود دانوب یخ بزنه اصلا دوتا شهر جدا از هم بودن ولی خیلی تلاش کرد ماریات ترزا انگار که اینا رو به همدیگه وصل بکنه برنامه های برای توسعه زیرساختی هر دو قسمت شهر داشت یا هر دوتا شهر اون موقع داشت و واقعا هم حضور مهمی بود 100 سال بعدش وقتی که در مجارستان جنبش های ناسیونالیستی شکل گرفته بود و داشتن ادبیات ملی مجار تولید میکردن صحنه گفتگویی که ماریاترزا ترزا آمده در پارلمان مجارستان داره مثلا صحبت میکنه صحنه مهم می شد صحنه ای که حالا به نظر میرسه واقعیت تاریخی خیلی نداره ولی در ذهن مجارها صحنه بسیار پرقدرت و پررنگیه که یک زنی محکم و مادری مقتدر و دلسوز آمد برای اینکه حمایت مجارها رو برای امپراتوری خودش بگیره آمد در پارلمان مجارستان صحبت کرد و اتحاد این دو ملت مثلا خیلی قویتر شد میگم سند تاریخیش خیلی قوی نیست ولی تصویر قدرتش خیلی زیاده و اینا دیگه شروع دوره رونقش هم هست ما نشانه های فیزیکی خیلی نداریم از اون دوره رونق چون خراب شد توی خرابی های بعدی ولی توی این دوره کم کم بوداپست قدرت نظامی پیدا میکنه قدرت اقتصادی پیدا میکنه از زمان ماریات می میدونیم در اتریش آموزش عمومی اجباری میشه مدرسه رفتن اجباری میشه همون اتفاق اینجا میفته برای امپراتوری هابسبورگ پایگاه مهمی میشه از نظر فرهنگی شهر بوداپست اینطوری خلاصه بوداپست وارد قرن 19 میشه قرن 19 اولش چه خبره قرن 19 اولش جنگ و ویرانی تقریبا در تمام اروپا چرا چون ناپلون ارتش ناپلون در 1809 بوداپست رو هم میگیره میگیره دو ماهی هم میمونه البته اون موقعی که میمونه حالا هم اقتصادش هم یه رونقی میگیره هم شروع میکنه زیر ساخت درست کردن و پل و جاده و این این حرفا تا حالا کاری به داستان ناپلون نداریم تا ناپلون جلوتر میره چون هدفش که بوداپست نبود جلوتر میره و جنگ و این طرف و اون طرف و تا ناپلون شکست میخوره ناپلون شکست میخوره هابسبورگ ها از ستونهای های ائتلافی هستن که ناپلون رو شکست میده میزبان کنگره وین میشن که شکست دهنده های ناپلون بشینن و اروپا رو طراحی کنن و در نتیجه بوداپست دوباره میفته دست هابسبورگی ها این دوره یه حرکت هایی برای استقلال میکنن مجارها ولی خیلی موفق نمیشن دفعه اول هم نیست که حرکت میکنن تو قرن 18 هم اینا یک جنگ هایی برای استقلال داشتن که موفق نشده بودن منتها موفق نشدن مستقل بشن ولی یه مقداری تونسته بودن یه استقلالی به دست بیارن یعنی شرایطشون در مقابل امپراتوری هابسبورگ وین یه مقدار متفاوت از بقیه ملت های توی امپراتوری بود مثلا اینکه تونسته بودن قانون اساسی خودشون رو داشته باشن این قرن 18 بود یه بارم میانه قرن 19 اینا یک حرکت استقلال طلبانه میکنن یا انقلاب میکنن در واقع که همزمان هست با بقیه انقلاب های اروپا در 1848 اینم موفقیت آمیز نیست ما یک ویدیوی یه مقدار مفصل تر داریم کلا درباره انقلاب های 1848 چون سال انقلاب هاست. از مهمترین سال های تاریخ اروپا است الان فقط همین کافیه که مجارا هم اون سال انقلاب میکنن و البته که موفق نمیشن همونطور که بسیاری بیشتر از کسایی هم که اون موقع انقلاب کردن کشورها ملت ها موفق نشدن حداقل در ظاهر ولی اون چیزی رو که میخواستن شاید حالا نه همشو ولی یه مقدار زیادیش رو در طول سالها و دهه های بعد از این انقلابشون گرفتن یعنی چی از جمله چیزهایی که در انقلاب دنبالش بودن این بود که مستقل بشن بعدش هم مستقل نشدن ولی چجوری گرفتن خود مختاری رو اینطوری که اسمشون اومد کنار هابسبورگ اسمشون شد اتریش مجارستان حالا همچنان اثری از بوداپست نیست یعنی این امپراتوری جدید اتریش مجارستان مرکز قدرتش یکی وینه اون هم بوداست بالای تپه هاست منتها این دوره ای که کم کم داره سر و شکل این رو میگیره که همه با هم یکی بشن معماری و شهرسازی و اینا هم باز یه چیزی که دیگه, دیگه خیلی واضح اثرش رو توی بوداپشت امروز میتونیم ببینیم در معماری بناها در سر و شکل ساختمونها در رنگ و مدل و شکل مجسمه ها و گچبری ها و اصلا از همه اینا جامعتر و واضحتر خود یک شهر شدن بوداپست اتحاد این سه تا منطقه اوبودا و بودا و پست در 1873 یادگاری اون دوره رونق گرفتن و یادگاری دوره ای که اینا شریک شدن در قدرت با وین 1873 همون وقتی هم هست که آلمان داره کشور میشه همون وقتی هم هست ایتالیا داره کشور میشه همون دوره هاست دوره ناصرالدین شاه در ایران قلب از که بودا و پست اسمی به هم البته وصل بشن یک شهر بشن فیزیکی تقریبا به هم بحث شدن با یک پل یک پلی به نام پل زنجیره پل زنجیر The Chain Bridge ده سالم ساختنش طول کشید ولی اینو وست کردن در واقع دیگه میشد حالا از این ور دانوب به راحتی رفت اون ور دانوب پل خیلی با هم هست پل خیلی قشنگی هم هست احساس خوبی هم داره از روش که رد میشی چون خب نماد هویتی شهر هست تابستون 2023 یه دوره طولانی برای تعمیرات بسته بودنش تابستون 2023 که باز شد دوباره جشنی و مراسمی و همه زنده بیان و همه خوشحالی عمومی شهر باشه و با اینکه الان تنها پلی نیست که بین این دوتا قسمته ولی اون موقع همین یه دونه پل بود و بسیار پل مهمی بود خیلی داستان داره شهر الان چیش تا پل هستن توی بوداپست که وصل میکنن دو سمت دانوب رو به هم ولی اون موقع همین یه دونه پل بود بعد چون شهر داستان زیاد داره تاریخ خیلی داره یه چیزی مثل این پل رو میبینی میفهمی که این در خیلی از صحنه های تاریخی مهم بوده ارتش نازی هم وقتی در ژانویه 1945 آمده توی بوداپست این پوله رو خراب کرده که نیروهای ارتش سرخ شوروی نتونن ازش استفاده کنن و وقتی هم که خرابش میکنی خب کل حمل و نقل در دانوب به مشکل میخوره حالا این پلی که الان هست پلی که بعد از جنگ ساخته شده دیگه از اون پل اولیه به جز ورودیش چیزی نمونده ورودیش هم دو تا شیر سنگی بود که حالا اون هم داستان داره که چرا این شیرها زبون ندارن میگفتن آره مجسمه سازه که میساخته زبونشون رو یادش رفته کند کاری کنه روزی افتتاحیه که میگه زبون چرا ندارن اینم خیلی خجالت میکشه خوش و مینزه تو رود کنه که اینم به احتمال خیلی زیاد داستان درستی نیست ولی داستان بامزه هست این حالا داستانه قرن بیستمه این پله ما هنوز توی قرن 19 خورده کار داریم این پله قرن 19 ساخته شد در 1848 که میگیم سال انقلاب ها بود یکی از اولین گروه هایی که از روی این پل رد شدن سربازای ارتش استقلال مجارستان بودن رد شدن از اینجا که بیان این طرف پل بر علیه هابسبورگیا ها شورش کنند در همون سالی که همه اروپا داشتن تقریبا علیه حکومت های پادشاهیشون انقلاب میکردن و همشون هم تقریبا شکست خوردن از جمله همین استقلال طلبان مجار که حرکتی شروع کرده رو علیه خاندان هابسبورگ و همون حرکت انقلابی رو همچنان به عنوان روز ملیشون جشن میگیرن یعنی 15 مارس یکی از روزهای ملی لباس مجاری میپوشن و پرچم به دست میرقصن و جشن میگیرن و اون کافه که نقطه همفکری انقلابیون بود حرکتشون رو از اونجا شروع کرده بودن هنوز سرپاس بازسازی شده ولی همونجا هست با همون نامونشان با نقاشی ها و عکسهایی از اون دوره داره کار میکنه و خلاصه اونم حال و هوای اون رو یادآوری میکنه چطوری این انقلاب سرکوب شد مهمه ارتش تزار روسیه به بوداپست آمد کمک کرد به هابسبورگ و تونستن انقلاب رو شکست بدن انقلاب شکست خورد دوره آبادی بوداپست البته همون موقع بعدش شروع شد یک سری بناهای تاریخی مثل پارلمان و که خیلی هم ساختمان شکوهمندی داره و خانه اوپرا و میدان قهرمانان و اینها توی همین دوره ساخته شدن با همینا نشون میدادن که ما به وین وصلیم به عنوان یک پایتخت مشترکی برای یک امپراتوری همچین قدرتمند و با عظمتی داریم کار میکنیم همین دوره میدان قهرمانان بوداپست رو ساختن یک نمایشگاهی برگزار کردن گفتن میخوایم هزارمین سال تأسیس دولت مجارستان حکومت مجارستان رو جشن بگیریم یک نمایشگاه چند ماهه‌ای برگزار کردن و خلاصه قدرتی پیدا کرده بودن در سایه امپراتوری اتریش مجارستان هزارمین سال تشکیل دولت هزارمین سال هزار سال از چی گذشته بود گفتیم مجارستان سال هزار درست شده بود هزار سال بعدش میشه 2000 گفتن نه ما هزارمین سالگرد ورود قبایل مجارستانی رو میخوایم جشن بگیریم هزار سال پیش مجارها اجداد ما آمدن اینجا مبدع ما اون تاریخه حالا دیگه اوناش بهانه است دیگه بهانه ای برای این بود که قدرتشون رو و استقلالشون رو نشون بدن و شاید یک التیامی هم باشه برای اون غرور ملی که توشون درست شده بود و اینها چون از وقتی که اینا به اص... در برابر عثمانی بر ها شکست خورده بودن سرزمینشون رو اشغال شده میدیدن حالا اشغال عثمانی بعد اشغال هابسبورگ الان که داشتن در کنار هابسبورگ قدرتی میگرفتن زیر سایه هابسبورگ قدرت میگرفتن توجه بین المللی میخواستن که بتونن مسیر توسعه خودشون رو شروع کنن و برای این رو هویت ملی هم کار میکردن حواسمون هم هست دیگه واقعا همون دهه هایی که آلمان درست میشه هویت ملی آلمانی داره شکل میگیره هویت ملی ایتالیایی شکل میگیره یا حالا شکل گرفته داره میوه میده در مجارستان هم داستان همینه جشن جشن مهم میشد خیلی چیزایی که الان در بوداپست میبینیم به اون جشن هزار سالگی برمیگردن خیلی از بناهایی که هست مال اون موقع است مثلا اون موقع ساخته شده و از سبک مختلف هم بنا اون موقع ساختن حالا یا اون موقع ساختن یا اون موقع ساختن خراب شد بعدن بازسازی کردن ولی خیلی در اطراف بوداپست زیاده به مناسبت همین جشن راه آهن زیرزمینی متروی بوداپست رو هم راه انداختن اولین متروی اروپا از عمیق ترینا هم است خیلی ایستگاه متروش که پله برقی که بری پایین میبینی خیلی میره پایین خیلی اصلا لازم بازن می سال عمقش رو هم بدونه ولی متوجه میشه که این چقدر زیاد داره میره پایین یه سری چیزایی هم تو این سال نساختن ولی به این مناسبت رفتن افتتاحش کردن مثلا کلیسای سنت ستیون رو 1851 شروع, شروع کرده بودن ساختن یه بارم گنبدش ریخترها عوض کردن اینا بعد گفتن نه این اینم بسازیم ارتفاعش هم باشه 96 متر ارتفاع چند تا ساختمان مهم در بوداپست 96 متره به یادآوری 896 سال شروع حکومت مجارها مثلا یا شار آمدن مجارها پارلمان هم ارتفاعش همینه یه تغییر جمعیتی مهمم در زمان همین جشنها تقریبا داشت بوداپست تا قبلش درصد بالایی از جمعیتش جرمن بودن بالاخره هابسبورگ و اتریش و اینا الان ولی داشت هویت مجاری میگیم پیدا میشد دیگه ملیت مجاری و احساس م... ملی ملیگرایی مجاری و اینا مجارا از جاهای مختلف داشتن میامدن به این شهر ترکیب جمعیتی عوض می شد هم مجارا می آمدن هم دوباره یهودیا می آمدن گفتیم یه بار زمان عثمانی یهودیا آمده بودن این بار دوباره یک موجی از یهودیا میان از جاهای مختلف اینجا یه قانونی 1895 گذاشتن به یهودیا در بوداپست برابری حقوقی داده شد یه طوری شد اوایل قرن بیستم میگن از هر چهار نفر در بوداپست یکی یهودی بود حتی گاهی بهش میگفتن یوداپست یا مکه یهودیان البته اینو بیشتر راستگراها میگفتن و به حالت توهینامیزی هم میگفتن که آره فرهنگ یهودی غالب شده و فرهنگ مجاری به هاشیه رفته و اینا ولی فارغ از ایناش نشونه اینه که واقعا جمعیت یهودی زیادی و فرهنگ یهودی شکل گرفته ای اونجا پیدا کرده بود. آقای تئودور هرتزل در بوداپست به دنیا میاد. تئودور هرتزل اون روزنامه که ایده سهیونیسم بدن از, ایشون میاد همینجا به دنیا میاد در سال 1860 و خودش هم بیاد آدم جالبی هم هست میره اصلا دنبال مهندسی و علوم و خیلی علاقه به اون آقای دولسپس داشت که کانال سوئز رو ساخته بود بعد میره جذب ادبیات و روزنامه نگاری و اینا میشه خلاصه ایشون هم متولد همین بوداپسته گفتیم بعدا هم یه دورهی در وین زندگی کرده بود این دوره ای که حضور یهودی ها در شهر خیلی زیاده اینم اثرش رو در شهر همین امروز میشه دید از همه جا شاید بارستر خب یک یه جویش کوارتر داره الان اونجا هم دیدنی در روز دیدنیه به دلایل متفاوت در شب دیدنی و قشنگه ولی اونجا یک سیناگوگ هست یک کنیسه‌ای هست بزرگترین کنیسه اروپاست، اروپا دومین سیناگوگ بزرگ دنیاست و اونم ساختمونیه که واقعا دیدن داره بوداپست کدان از شهرهای اروپا بود که حقوق یهودیا توش کم و بیش رعایت میشد باهاشون برخوردی مثل بقیه مردم میشد در اروپا شهر اینطوری خیلی زیاد نبود اینجا ولی برایشون جای امنی بوده نسبتا از قرن‌های گذشته مخصوصا در دوره عثمانی باز بیشتر آمدن عثمانی‌ها مالیات بیشتر میگرفتن از یهودیا ولی بهشون اجازه کار میدادن اجازه فعالیت میدادن اوضاع براشون به نظر میرسه که امتر بوده اینا باز دوباره موضوعات تخصصی و احتمالا هم حساسیت روش زیاده امیدوارم چیزی که من میگم اشتباه نباشه بالاخره یه مقدار محدودی ما هم مطالعه کردیم همیشه یه آدمایی پیدا میشن که خیلی بیشتر میدونن ما هم استقبال میکنیم اگر که چیزی رو اشتباه داریم میگیم در کامنت ها توضیح بدید ولی چیزی که ما فهمیدیم اینه که دست کم شرایط یهودی ها اینجا بهتر از یهودیایی بود که تحت حاکمیت هابسبورگی ها بودن بر همینم در مقابل اتریش یهودی ها به عثمانی ها کمک کردند انقدری ای که بودا برای یهودی ها شهر امنی بود از بالکان بالکان هم در امپراتوری هابسبورگ بود از بالکان می مهاجرت میکردن اینجا تو همون دوره یهودیا میشن جزء تاجرای بزرگ شهر مسیرهای تجاری دانوب رو میگیرن دستشون و تا قلب امپراتوری عثمانی و قسطنطنیه هم میتونن برن و کار کنند. بعدن که هابسبورگ از عثمانی گرفت بوداپست رو یه مقدار دوره ناراحتی داشتن یهودیا دوباره ولی جاشون رو در امپراتوری جدید باز کردن و متمرکز شدن و کسب و کارشون هم دوباره به راه انداختن باز در زمان هابسبورگا هم انگار یهودی های مناطق مختلف امپراتوری تشویق شدن که بیان توی پست جمع بشن یهودی های زیادی آمدن اینجا مخصوصا دوباره از سرزمین های اسلاف ها در شرق امپراتوری هابسبورگ پس دوره ای بود که داشت میشد قلب فرهنگی و سیاسی و تجاری مجارستان بودا کم کم داشت به حاشیه میرفت تجارت و پول و اینها همه در پست بود یهودی هم اینجا آزادی عمل داشتن کسب و کارشون هم خوب بود و شهرم بالاخره داشت پیش میرفت و یهودی هم توش جلو میرفتن کل اروپای مرکزی میگن توش کمتر جایی بود که به اندازه پس یهودی ها در صنعتش در تجارتش در بانکداریش نقش پررنگ و فعال داشته باشند دو طرفه هم بود تعامل فرهنگی بود طبعا هم مجارها پذیرفته بودن یهودی ها رو هم اصلا انگار یهودی ها فرهنگ مجاری رو پذیرفته بودند. تبدیل میشدن بعضیاشون به ناسیونالیستای دو آتیشهیه که شور میهن پرستی مجاری داشتن حتی یه جاهایی ما دیدیم که برای عبادت و مناسک مذهبیشون زبان مجاری استفاده میکردن پیشوایانشون دعوت میکردن مردم رو که بیاین به این زبان از مسائب زمینی شکایت کنیم به خدای آسمان ها توی انقلاب 1848 از نیروهای اصلی انقلابی بودن در مقابل هابسبورگی ها یهودی هایی که اونجا ساکن بودن یعنی چی؟ یعنی که در هم تنیده بوده انگار فرهنگ یهودی ها حداقل در بوداپست به نظر میرسه که با فرهنگ مجاری قاطی شده بوده و این داستانی که داریم مرور میکنیم باز دوباره به یک اسم آشنا برمیخوریم ملکه ای امپراتوری هابسبورگ ملکه ای معروف و محبوب ای امپراتوری هابسبورگ سیسی یا الیزابت همسر فرانس جوزف سیسی که قصهش رو تعریف کردیم که چقدر محبوب بود و هنوزم محبوب هست بین خیلی ها. ایشون معلم زبان مجاری داشت که ایشون یهودی بود و خیلی انگار اثرگزار بود در اینکه سیسی بیاد حامی مجارها بشه اصلا سیسی آمد بوداپست تاج گذاری کرد چند بار اومد بوداپست رابطش با مجارها خیلی خوب بود اسمش الان روی پل هست رو بولوار هست رو هتل هست نقاشی دیواری ازش هست داستانی هست که میگن میرفت بالای تپهی در بودا اونجا شهر رو نگاه میکرد سال 1911 به افتخارش یک برجی ساختند که اونم از جاذبه های بوداپست الان جایی که خیلی دید خوبی داره خلاص خیلی محبوب بوده و هست هم برای مجارها و هم انگار برای یهودی های مجارستان بالاخره فعالیت های هم برای استقلال بیشتر گروه های قومی میکرده و اینا و دوستش داشتن مهم هم هست مجارها بعد از انقلاب 1848 خیلی خشمگین و دلازورده بودن از هابسبورگ ها و یه مقدار سیسی سی تونست این رابطه رو ترمیم کنه وصلشون بکنه به امپراتوری تو این دوره‌ای که اتریش مجارستان داریم و بوداپست وین پایتختن و اینا نقش یهودی ها هم دوباره پررنگ میشه در رشد فرهنگی شهر در توسعه اقتصادی شهر اون جایی که یهودی‌ها زندگی میکنن میشه زنده ترین بخش شهر که هنوزم این ویژگی رو حفظ کرده هرچند دوره خیلی تاریکی هست بین اون موقع و الان ولی الان دوباره اینطوری هست از جاذبه های گردشگری همین جویش کوارترشه تمرکز یهودی ها اونجا بود و میگم البته باعث این هست که خیلی روزهای تلخ و سیاهی داشت بوداپست در طول جنگ دوم اونم باز مرکزش همینجاست به خصوص در سال 1944 و از در جبهه شرقی برای آلمان خوب پیش می رفت مجارا سعی کردن که بیان بیرون از اعتلاف با آلمان نازی آلمان اومد مجارستان رو اشغال کرد آیشمند شد مسئول نظارت بر اخراج جمعیت یهودی مجارستان که دیگه یکی از آخرین جوامع بزرگ یهودی اروپا بود و آیشمند با تیم شمادن مستقیم یهودی را رو انجام میفرستادن به آشویتز یا بقیه اردوگاه های کار اجباری همین الان تو محله یهودی های بوداپشت قدم که بزنید میبینید مجسمه ها و یادبودهایی رو که برای کشته شدگان اون دوره هست چه حالا چه توی موزه هالوکاستش چه یادمانهایی که در طول شهر هست و حالا داستان های شخصی بازماندگان و کفش کنار دانوب پس از مهمترین مجسمه هاست دیدنی های شهر به یک معنی ولی به هر حال این دوره رو هم شهر گذروند و پا شد حتی محله یهودی‌ها دوباره زنده شد، الان یک محله پر از کافه و بار و پر از شور زندگی کل ساختمان‌های فرسوده و داغونی اونجا بوده، الان شده جاهای خیلی پر جنب و جوش و زنده و همش هم توی همین جویش کوارتره تو همین قسمت شهر، مرکز هنری، فرهنگی و اینها هم خیلی زیاده بیشتر برای جوان هاست و البته برای توریست ها مونتا دوران خوش بوداپست دیدین دیگه دوران کوتاهی بود دوران خوشش در واقع همون دوره بود که توی زمان اتریش مجارستان شروع کردی رونقی گرفتن کل این ماجرا 20 سال تقریبا داره و واقعا تو همین 20 سال خب بوداپست مرکز فرهنگ هنری خوبی میشه ولی بعد جنگ که شروع میشه دیگه چیزی از این قشنگی ها باقی نمیمونه جنگ هم که میگه منظورم هر دو جنگ کلا جنگ ها خیلی پرتلفات میشن هم برای بوداپست هم برای مجارها یه قدم اولش این که خب گروه زیادی از مردم مجارستان کشته شدن یه مسئله شاید به یک معنی مهمتر قسمت های بزرگی از خاک مجارستان برای همیشه از دست اینها رفت مسیر تاریخی و سرنوشت این ملت اصلا عوض شد جنگ اول اصلا بهانه شروعش جرقش حداقل ترور نایب السلطنه مجارستان بود ولی عهد امپراتوری اتریش مجارستان بود دیگه که جوان سربی زد و این آقا رو کشت یعنی امپراتوری اتریش مجارستان عملا شد آغاز کننده جنگ بعدم آلمان آمد کنارش و صفکشی بعدی قدرت ها در مقابل هم و دیگه شد جنگ جهانی که تعریف کردیم چی شد که جهانی شد چهار سال اینا زدن همدیگه رو کشتن جنگ که تموم شد دیگه امپراتوری اتریش مجارستانی باقی نمانده بود چکار کنیم چیکار نکنیم یه پیشنهادایی اومد که ایالات متحده اتریش درست کنیم یا ایالات دانوب درست کنیم ولی انگلیس و فرانسه که برنده های جنگ بودن خیلی دنبال نبودن که وسط اروپای مرکزی یه قدرت بزرگی درست بشه بر همین اینا رو هر کدوم کردن یه کشور جدایی معنیش این شد که مجارا حالا کشور خودشون رو داشتن ولی چه کشوری؟ یه ها نگاه کردن مجاره دیدن دو سوم این کشوری که مجارها مناطقی که ملت مجار توش زندگی میکردن دست اینا نیست و چیزی که سختتر کردین و براشون این بود که برنده های جنگ اینو واسه خودشون بر نداشته بودن یه قسمتی از سرزمین های مجارها رو گرفتن دادن به اتریشی که مثل مجارها اونا هم در سمت بازنده جنگ بودن اصلا خودشون جنگ رو شروع کردن بعدم باختن از ذهن مجارها اینطوری بود که اینا باید تنبیه می شدن ولی انگار جایزه گرفتن یه بخشی از مجارستان رو گرفتن مجارها اینطوری میبیننش که ما بیش از 70 درصد سرزمینمون رو از دست دادیم ما قبل از جنگ اول این بودیم حالا مجارستان مستقل که نداشتیم ولی میگن ما این بودیم سرزمین های ما مجارها و بعد از جنگ این شدیم این خیلی ضربه بزرگی در حافظه تاریخی این ملت که هم سرزمینشون کوچیک شد هم جمعیتشون پراکنده شد دو سوم جمعیت مجار از این جمهوری مجارستانی که درست شده بود بیرون موندن دستشون هم دیگه به جای بند نیست اونا شدن مجارهایی که دیگه در مجارستان زندگی نمیکنن کجا زندگی میکنن مثلا در ترانسیلوانیای رومانی زندگی میکنن پادکست سریالی آتیلا رو اگه شنیده باشید از چنل بی یادتونه آتیلا آتیلا امبروش خانوادهش از همین مجارا بودن که افتاده بودن یه تو رومانی و تا همین امروز هم هایی هستن که در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن و اتفاقا این هم بازی موضوع سیاسی داغیه مثلا دولت مجارستان اومده گفته من میخوام به بعضی از این مجارهایی که در مجارستان نیستم پاسپورت مجاری بدم پاسپورت مجارستان بدم مخالفان دولت میگن که نه اینو اوربان داره این کارو میکنه که رأی بر خودش بخره در انتخابات چون این دولتی که در شهرها محبوبیتش کم و داره پای رای درست میکنه و اینا ولی حالا فارغ از این داستان سیاست امروز اینا برمیگرده به اون داستان گسست تاریخی که برای اینها به وجود آمده این از قصه جنگ اول حالا اون مسئله غرور ملی هست رکود اقتصادی هم پیش میاد شهر دسترسی رو به زمین های کشاورزی و بازارها و صنایع کلیدی از دست میده زیر ساختای شهری که حالا تو جنگ هم خراب شده بودن حمل و نقل و تجارت و اینا مشکل دار شده بود اقتصادش توسعه یافته نبود نظام سیاسی پادشاهی داشت که حالا پادشاهی نداشت سال 19, -19 انقلاب میکنن انقلاب گل داوودی که انقلاب یک اونم خیلی موفقیت کوتاهی داره بعد یه کودتایی میشه کمونیستا میان سر کار بعد ارتش های همسایه حمله میکنن به مجارستان و خلاصه تا این یک نظام فاشیستی دیکتاتوری ضد یهودی میاد این همسایه ها رو میزنه عقب قدرت رو میگیره دستش کمونیستا رو میزنه کنار شاه هم که تبعیده میشه خود این آقایی که کودتا کرده میشه نایب السلطنه فعالیت احزاب و کمونیستی ممنوع یک قوانینی هم میذاره برای فشار به اقلیت‌های قومی انگشت اتهام از جمله میره به سمت یهودی ها که اینا در جنگ اونطوری که باید شرکت نکردن و حالا هم که ما تحت فشاریم روی اینا فشاری نیست و تو دوره‌ای که یک چهارم جمعیت شهر بوداپست یهودیان، 54 درصد صاحبان مشاغل، 85 درصد مدیران و صاحبان موسسات مالی و بانک‌ها یهودیان. ضمن اینکه اون کودتایی که توش کمونیست‌ها اومده بودن سر کارم یک سری رهبر یهودی داشت. چیزی که اتفاق افتاد حداقل در ذهن بسیاری از مجارها این بود که کمونیست‌ها و یهودی‌ها کم و بیش یکسان یا شبیه هم فرض شدند و این چرخوند بوداپست رو از شهری که برای یهودی ها امن بود به جایی که یهودی ستیزی توش خیلی شدید بود من خیلی نفهمیدم چطوری این چرخش اتفاق افتاد ولی واقعیتش اینه که شروع کردن قوانین گذاشتن که یهودی دیگه حالا نمیتونن برن دانشگاه بازار کار رو کنترل کنن اونطوری که قبلا نشون میدادن که مثلا یهودی ها کاملا جذب فرهنگ شدن و اینا حالا داشت شواهدی نشون میداد که از این خبرها نیست روزهای سخت شروع شد مجاری ها شروع کردن مجارها شروع کردن یهودی ها رو دیگری دیدن که داره سهمشون رو مصرف میکنه اوضاع سخت شده بود اوضاع اقتصادی آشفته شده بود ثبات سیاسی هم نبود و اینطوری شرایط مجارستان اینا که من میگم غریبه نیست دیگه معلومه که داره همسو و هم راستا و هم سیاست با کی میشه هم سیاست شد با سیاست های آلمان نازی و بعدن یه مقدار ایتالیای فاشیستی سیاست خارجیشون شد پس گرفتن مناطقی که از دست دادن رفته به کشورهای همسایه ولی هم قومهای ما اونجا هستند و در داخل هم زدن کمونیست ها و البته حذف یهودی ها یا من کردن محروم کردن یهودی ها از یک سری از حقوقشون در مرحله اول اینا رو که تعریف میکنیم دیگه عجیب نیست که در جنگ دوم اولش مجارستان به آلمان نازی هم پیمان شد بعد البته چرخ جنگ چرخید مجارستان تلاش کرد که بکشه کنار بره در موضع بیطرفی ولی دیگه اون موقع خیلی دیر بود نشدنی بود نازی ها از مرز رد شدن آمدن بوداپست رو گرفتن اول محاصره کردن بعد اشغال کردن و خیلی تخریب شد شهر هم تخریب شد همین که آلمان ها یک حزب راست افراتی رو آوردن سر کار قدرت دادن بهش بوداپست از قبل هم فاشیستی تر شد کشتار یهودی ها کشتار کولی ها شدت گرفت گروه های بزرگیشون رو فرستادن به اردوگاه های کار اجباری محله این گتو درست کردن در خود بوداپست برای یهودی ها ده ها هزار یهودی رو از جاهای مختلف مجارستان جمع میکردند، به اجبار کوچ میدادند، دادن می آوردن تو این گتو همین ازدهام جمعیت دوباره تلفات داشت و, و این گتو رو چیزی که لازمه که بگیم بزرگترین گتوی اروپا در بوداپست بود و اینو آلمان ها درست نکردن این رو خود مجارها درست کردن یهودی مجارستان رو مجارها فرستادن به اردوگاه های کار اجباری نازی های مجار یا فاشیس های مجار در واقع از این دورم یادگاری های تو شهر هست هم مجسمه کسانی هست که تلاش کردن یهودیایی رو اون موقع نجات بدن هم یک مجسمه یادبود دیگری هست که خیلی هم دربارهش حرف و حدیث هست Memorial to the victims of the German invasion این نشون میده که فرشته ای با یک گوی یا صلیب حواری نماد مجارستان در واقع دستشه عقابی که نماد آلمان نازیه داره میاد این گوی رو از دستش بگیره یعنی انگار اینطوری داره میگه که اون چه که بر سر یهودی ها آمد در مجارستان کار آلمان های نازی بود و از همون موقعی که ساخته شد در 2014 خیلی بحث و اختلاف نظر سرش بوده و هست که این این روایت درستی از تاریخ هست روایت مسئولیت پذیرانه ای هست یا نیست خلاصه داستان پیچیده داستانی که هم تاریخی هم از نظر اجتماعی هم میبینی از نظر مثلا معماری شهرسازی اینا داستان پیچیده و داستان هنوز زنده ایه. داستان جنگ هم بر مجاری ها خوب تمام نشد یعنی نبرد بوداپست در آخر سال 44 وقتی بود که نیروهای شوروی و نیروهای آلمان نازی در بوداپست با هم می جنگیدن و, در و بوداپست رو با هم خراب کردند. عکسایی که از اون دوره هست نشون میده که وضعیت شهرچی بود دو ماه داشتن اینا میکوبیدن تا نهایتا نیروهای ارتش سرخ برنده شدند، نازی ها شکست خوردند و میدونیم این این شکست نازی ها شروع روزهای خوب بوداپست نبود تازه روزهای تلختر بوداپست و مجارها شروع شد مجارستان جزء اتحاد جماهیر شوروی نبود ولی خب تحت نفوذ شوروی از کشورهای اقماری شوروی بود در واقع که رژیم های دست نشانده توشون کار میکرد رژیم کمونیستی آمد سر کار یک دوره تاریک دیگری شروع شد از سرکوب و از وحشت و حذف و ترور و کشدار در بوداپست دوره واقعا تاریک و تلخی از تاریخ تلخ مجارستان این هم زخمش از زخم دوره اشغال ها کمتر نیست بلکه شاید موندگارتر هم باشه چون خیلی طولانی بود. تو این دوره هم یک انقلاب ناکام داشتن مجارستان، و انقلاب تلخ. خیزش تلخ قیام 1956 میخواستن از زیر سلطه شوروی بیان بیرون هنوزم جشن میگیرن انقلابش رو که در ظاهر شکست خورده این هم چیزی بود شروعش از دانشجوها بود خیلی خودجوش جوش وقتی که خورشچوف آمده بود سر کار و سخنرانی کرده بود بعد از مرگ استالین و خبر سخنرانی که آمد بیرون مردم مجسمه های استالین رو میگن کشیدن پایین بزرگترین مجسمه 25 متر ارتفاع مجسمه بود اونو کشیده بودن پایین و کارشون انقلابشون داشت نگار انگار پیش میرفت منتظر بودن مجارا که آمریکایی‌ها بیان و کمکشون کنن و دیگه نجات پیدا کنن دیگه توی ویدیو آیزنهاور فکر کنم دربارش صحبت کردیم ولی در حالی که اینا منتظر بودن آمریکایی‌ها بیان کمکشون بکنن از اون ور تانکای خروشچف آمدن تانکای شوروی آمدن به کمک دولت و کمونیستی و سرکوب کردن انقلاب رو اون خیزش رو و اونم شد از اپیزودهای تلخ تاریخ پر از تلخی مجارستان یک انقلاب دوازده روزه بود که حالا امروز همه نمیگن انقلاب شکست خورده ای بود ولی اون موقع به نتیجه نرسید به نتیجه نرسید ولی تمجید هم شد یعنی همون موقع هان آرنت خیلی تمجید کرد از این انقلاب از این حرکت خودجوش مردمی گفتین اولین انقلاب کاملا خودجوش بود نیروهای سازمان دهنده و حزب و رهبر مقتدر و اینا توش نبود یک عمل سیاسی واقعی کامل بود حرکت بدون خشونتی بود با هدف آزادی در مقابل یک رژیم سرکوبگر تمامیتخواه بدون خشونتی که خیلی هم روش تاکید داشت در مقایسه با انقلاب فرانسه مخصوصا بدون خشونت چون تصویر غالب از انقلاب یه چیزی بود مثل انقلاب فرانسه یا حالا انقلاب آمریکا میگه نه در طول انقلاب مردم همچی خشونتی کردن نه به جنگ منجر شد خیلی از این نظر دورش زیاد صحبت میکنه هاناره در طول انقلاب یک موردم تخریب اموال مردم قارت مغازه قارت فروشگاه از این چیزا گزارش نشده بود توی جامعه ای که کمبود مواد غذایی داشت بخش بزرگی از مردم در شرایط سخت و پرفشاری داشتن زندگی میکردن ولی خلاصه این انقلاب موفق نشد اون کاری رو که میخواد بکنه بکنه هرچند رژیم کمونیستی بعدا فرو پاشید ولی آرنت دیگه اون موقع زنده نبود که ببینه 75 مرده بود مجارها تا 1989 جزء اغمار شوروی بودند و هرچند تونسته بودن نشون بدن که توتالیتاریسم شکست ناپذیر نیست فنا ناپذیر نیست شوروی ولی به هر حال نتونسته بودن که کامل به اون چیزی که میخوان برسن نرسیدن کمونیستان در بوداپست در قدرت موندن ولی اونا هم رفتن همونطوری که قبلش نازی ها رفته بودن همونطوری که خیلی قبلترش رومی ها رفته بودن مغول ها رفته بودن عثمانی ها رفته بودن اتریشی ها رفته بودند وقتی که کمونیستا کارشون تمام شد در 1989 پرده آهنین اتفاقا از همینجا سوراخ شد اولین کشوری که پرده آهنین رو سوراخ کرد و جنگ سرد رو در واقع بین دو قسمت دنیا نشون داد که تمام شده مردم مجارستان بودن اولین مردمی که خودشون رو رسوندن این ور پرده قبل از افتادن دیوار برلین همون کاری که سال 56 خواستن بکنن و شوروی نزاش این کردن رفتن از میدان قهرمانان شروع کردن در یک مراسم آینی تشییع جنازه نمادین قهرمانان اون قیام 1956 رو انجام دادن بعدم سفت چسبیدند به بازسازی تمام نشانه های هویتی و تاریخی که رژیم سعی کرده بود حذفشون کنه گفتیم بعد از جنگ دوم چیزی از بوداپست نبوده بود این ساختمون های تاریخی و قلعه و کلیسا و همه آسیب دیده بودن همه اینا رو شروع کردن به بازسازی موزه درست کردن گالری درست کردن که نشون بدن که ما همچین ملتی بودیم ما نباید یادمون بره ما شهری داشتیم که قشنگی ساختموناش در رقابت بود با وین شروع کردن بازسازی تن... سنگین و تقریبا همه اون چیزی که ما امروز در بوداپست میبینیم تو همین 40 50 سال اخیر ساخته شده. آمدن روی همون الگو و طرح و سبک قدیمی یه طوری ساختن که قدمتش رو هم به خودشون یادآوری بکنن هم به مخاطب و همین هم خورده رازآلود ترش میکنه شهری که این همه جنگ دیده و محاصره دیده و رفت و آمد و اینها رو دیده دوباره خودش رو ساخته و قشنگ هم ساخته و خوبم ساخته یه جایی که پیشنهاد میکنم اگر رفتید بوداپست حتما ببینید موزه تروره تجربه خوشایندی نیست دیدنش ولی یه بخش بزرگی از اون رنجها و زخم قرن بیستم رو جمع کردن توی یک موزه ای که قبلاً اصلا خودش بازداشتگاه بوده موزه تکان سیر وقایع نیم قرن رنج مجارستان و بوداپست رو نشونمون میده از زمان ورود نازی تا وقتی که کمونیست‌ها رفتن ساختمان موزه اصلا مقر پلیس مخفی نازی بود بعد مقر پلیس مخفی کمونیست ها بود سلولایی که زندانیا رو توش نگه می داشتن اونها رو تونستن بازسازی کنن ابزار شکنجه توش هست پورتری این قربانیان این دوره هست و همه مسیری که مجارستان تحت حاکمیت این دو رژیم از سر گذرونده همش رو میشه اینجا یک مروری کرد چهره قهرمان های این دوره ها رو میشه دید و سفر رنجالود مجارستان رو و سفر قرورافری نشون رو به نظر من فقط هم درستش نکردن که گذشته غمباری رو مدام یادآوری بکنن حتی نمیخوان فقط یاد بوده مثلا از دست رفته ها باشه اینا هست ولی در کنارش انگار یک یاداوری به خودشون هم هست که فراتر از اهمیت تاریخی و انسانی و اخلاقیش اینکه اینو باید حواسمون بهش باشه این دموکراسی که ما الان داریم خیلی شکننده است این حقوقی که داریم الان تا یه حدی تضمین شده این خیلی نیاز به محافظت کردن داره یعنی انگار از این همه رنجی که مجاها کشیدن پیامدهای افرادگرایی ایدئولوژیک و توتالیتاریسم و اینها یک موزه درست کردن پر از حقایق ناراحت کننده گذشته و انتهای بازدید از شما دعوت میکنن که حواستون به حفاظت از ارزشهای دموکراسی و کرام. انسانی باشه دوارش فکر کنید و حرف بزنید اینم خلاصه یادآوری جالبیه که آخر این موزه سنگین بهمون همون میکنن شهر واقعا جذابی دیدنشو دیدن عکساشو دیدن فیلماشو خوندن دوارش رو پیشنهاد میکنم بهتون یه جمله خیلی قشنگی هم شنیدم دوارش یه جایی وسط این ویدیو میخواستم بگم ولی راستش یادم رفت ولی این هم تصویر خوبی میسازه تفاوت داره خیلی پست با بودا خیلی تفاوت داره از عکساش و فیلماش و اینا هم مشخصه همین الان هم آدمایی که توش زندگی میکنن انگار خیلی متفاوتن یه جایی من خوندم که میگفت مردم بوداپست دو ان اونایی که بودا زندگی میکنن و اونایی که دوست دارن بودا زندگی بکنن اینم فکر کنم یه خورده عکسای دو تا منطقه رو ببینیم معلوم بشه چرا